دیکتاتورها همه یکسانند، اگرچه که یک شکل نباشند. دزدی و غارت خانوادگی و برقراری نظام مبتنی بر چپاول ثروت‌های ملی یکی از ویژگی‌های مشترک آن است. که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را خراب کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است. اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم تا تمام مردم دست به دست هم ندن، نمیتونن این اقتصاد را از بین ببرن، ریختگی اقتصاد را از بین ببرن. ولی وقتی خودش بر اریکه سلطنت مطلقه ولایت جلوس کرد چه کرد؟ خمینی اضافه بر میلیون ها کشته و معلول، بیش از 1000 میلیارد دلار دارایی های ایران را نیز در کوره جنگ ضد میهنی نابود کرد. آخوند حسن روحانی: هیچ چیز از 370 میلیارد دلار درآمد دولت نهم باقی نماند. وزیر رفاه و تعاون احمدی نژاد 22 مرداد 87 گفت 9.2 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما بزرگترین افتضاح در حکومت چپاولگر خمینی و خامنه‌ای را اخیراً روزنامه سیاست افشا کرد. روزنامه سیاست چاپ کویت تاریخ 24 دی ماه 88. 66 تن از بزرگترین سران اصلی ایران صاحب حساب‌های خارجی به میزان 16 میلیارد دلار هستند. در بین آنها پسر خامنه‌ای، جنتی و اطرافیان احمدی نژاد قرار دارند. در چند ردیف این لیست نام بستگان ولی فقیه و میزان اندوخته‌هایشان قرار دارند. ردیف نهم، مجتبی خامنه‌ای. مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر عالی. 1 میلیارد پوند یعنی حدود 1.6 میلیارد دلار آمریکایی در انگلستان که چندی پیش توقیف شد. 2.2 میلیارد یورو معادل حدود 3.2 میلیارد دلار در آلمان. 766 میلیون دلار در قطر و یک موجودی مجهول در سوئیس. ردیف 23، سکینه خامنه‌ای. سکینه خامنه‌ای از نزدیکان علی خامنه‌ای. 25 میلیون دلار در ژاپن. 14 میلیون دلار در قطر. 112 میلیون دلار در دبی. مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است.
بشنوید.